های قد و سلام اسم من مهرنگیزه تا حالا شده پشتتون بخاره و دستتون بهش نرسه یا بخواین یه خوراکی خوشمزه رو از تو کابینت بردارین اما قدتون نرسه امروز میخوام یه داستان براتون بگم درباره یه لاک پشت کوچولو که دوچار همچین درد سری شده و دنبال کسی میگرده که کمکش کنه اسم داستان اینه لاک پشت و آدامس صورتی چسبناک لاک پشت چشم که باز کرد آدامس صورتی چسبناکی دید که به پنجره لاکش چسبیده بود دستش رو از توی لاکش بیرون آورد و سعی کرد آدامس رو از پنجرهش بکنه اما دستهاش کوتاه بود و به پشت لاکش نمی رسید برای همین یواش یواش راه افتاد کف اقیانوس تا از دست آدم سبادکنکی که مثل کنش هسبیده بود به شیشه پنجرش راحت بشه رسید به قورباغه‌ای که نشسته بود روی یه اسفنج رنگی رنگی لاک پشکو ببخشید یکی آدامس جویده و قورباغه با زبون درازش یک پشه آبی رو قورت داد و گفت آدامس جویده لاکپشت گفت آره آدامس جویده چسبونده اینجا قورباغه گفت چسبوندم پشت گفت نه نگفتم شما چسبوندین چسبوندی لاکپشت گفت من اصلا آدامس نمیخورم تازه دستم نمیرسه پشتم که بچسبونم میشه آدامسه رو برام بکنید چسبناکیم لاک فوت محکمی توی آب کشید چه شانس بدی دارم امروز اون از آدامس اول صبح اینم از یک گرباقه پرت و کمی اون طرفتر چند مارماهی خوشگل دمهاشون رو گره زده بودن به صندوقی فلزی و پچپچ میکردن لاک گفت میبخشید خانما انگار کسی پچپچشون رو با قیچی برید مارماهی گنده تر گفت چی چیه بچه جون لاک پشت گفت بیدار که شدم این آدم سه صورتی چسبیده بود به شیشه اتاق خوابم اومدم ازتون خواهش کنم بکنیدش دست خودم نمیرسه پشت لاکم و هاجواج نگاهش کردن بعدش گفتن لاک پشت کوچولو آخه چرا آدم ها اینقدر بد جنسن که آدم چسبوندن بهت ما خیلی نگران شدیم ما نگرانی آلودگی آبهای آزاد رو داریم پس میشه این آدامس رو بکنین؟ مارمایی ها گفتن ما نگران دست های پشت هاییم که به پشتشون نمیرسه لاک پشت سرش رو کرد تو لاکش تا صداشون رو نشنوه با خودش فکر کرد چه موجودات بیگاری دمهاشون رو گره زدن به یک صندوق غرق شده و برای همه چیز نگرانن لاکپشت لای خزه ها صبحانه میخورد که صدایی گفت وای یه سوژه عالی آدامز رو پشت لاک پشت یک عروس دریایی بود که دوربین عکاسی گردنش داشت لاک پشت لبهاش گل همیشه نیست اینجا صبح یکی چسبونده به پشتم عروس دریایی تونتون ازش عکس میانداخت میدونی لاک پشت فکر میکنم این جنایته علی روزنامه ها برایش سر و دست میشکنن یه تیتر مرکه هم براش میزنیم نابودی لاکپوش های دریایی ممنون سوژه خوبه لاکپوش گفت ببخشید عروس خانم میشه حالا این آدامس رو از لاکم بکنی؟ نه عزیزم کلی کار دارم از من میشنوی هیچ وقت آدامس رو نکن تنها چیزیه که متفاوتت میکنه عروس دریایی این را گفت و شنا کرد و رفت لاک پشت تا شب خیلی های دیگر را دید ماهی کارگاه آمد و پرسجو کرد تا آدامز چسبان بدجنز را پیدا کنه شیرماهی ها نامه به شهرداری اقیانوس تا از دست آدامس ها نجاتشون دهد پری دریایی توی تلویزیون با لاکپشت مصاحبه کرد و ولی هیچ کدامشان آن آدامس را از پشت لاک پشت نکندن لاک پشت از همه چیز و از دست آدامس خسته شده بود رفت تو لاکش و پشتش رو کرد به پنجره تا چشمش به آدامس نیفته که صدایی شنید یک دو سه بکشین لاک تندی اومد بیرون سه تا بچه ماهی بادکنکی دید که با باله های آدامس آدم صورتی رو گرفته بودند و میکشیدند. خودشون هم یک چیزی شبیه آدامس بادکنکی بودن تو و خندهدار و تو خالی یک دو سه بکشیم. لاک پشت آهای چی کار میکنین شماها ماهی بادکنکی ها گفتن هیچی به جون مامانمون با آدم سه چی کار دارین؟ ماهی بادکنکی ها گفتن میخوایش؟ میخوامش چی کار؟ ماهی بادکنکی ها گفتن ولی ما میخواییمش میبریمش اون ور. کدوم ور اونجا بندر که قایق ها لنگر میاندازن میبرین اونجا چی کار؟ ماهی بادکنکی ها گفتن آدما میخوان ما براشون جمع میکنیم آدامس ها رو از سوی اقیانوس رو میبریم لاکپوش گفت چیکار میکنن باشون گفتن چکمه میسازن بلدن با آدامس جویده ها چکمه میسازن لاکپشت گفت چه قشنگ و رفت توی فکر دو بکشیم سه بکشیم آهان هورا کنده شد ماهی باد کنکی ها با باله هاشون برای خودشون دست دادن و آدامس رو قلقلی کردند و گفتند کاری نداری؟ ما بریم خدا حافظ لاک پشت گفت ممنون و رفت تو لاکش شیشه پنجرش مثل آینه صاف بود و مثل اقیانوس شفاف میتونست حباب ریز رو هم ببینه دراز کشید و ماهی بادکنکی ها رو تماشا کرد که آدامس رو توی آب قل می دادن و با خودشون می بردن قل می دادند و قل می دادن امیدوارم از این داستان لذت برده باشین تا یه شب دیگه و یه داستان دیگه خوب بخوابید